درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. ارتش اسرائیل اعلام کرد که کنترل گذرگاه مرزی رفح در جنوب غزه را در دست گرفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید حکم دادگاه محمود مهرابی که به اعدام محکوم شده قابل فرجام خواهی است. ولادیمیر پوتین امروز در مراسم مجلل در کاخ کرملین برای یک دوره 6 ساله دیگر ریاست جمهوری سوگند یاد کرد. اوکراین از خونسا شدن توطئه روسیه برای ترور زلنسکی خبر داد. معترضان اسرائیلی در تل آویو و اورشلیم خواستار پذیرش پیشنهاد آتش بس در غزه شدند. دونالد ترامپ برای 10مین بار به اتهام نقض دستور سکوت جریمه شد. و جوایز پولیستر سال 2024 در حوزه روزنامه‌نگاری به روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست رسید. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 7 ماه می 2024 میلادی برابر است با 18 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. ارتش اسرائیل بامداد سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که کنترل گذرگاه رفح در غزه از سمت شرقی این منطقه را در دست گرفته است. در این حال یگانهای ازادین قسام شاخه نظامی گروه افراطی حماس هم امروز بار دیگر مسئولیت حمله با چند فربند خمپاره به گذرگاه کرم شالوم را بر عهده گرفتند. آژیر خطر حمله راکتی پیش از ظهر سه‌شنبه در این گذرگاه به صدا درآمده بود، اما رسانه‌های اسرائیل بعداً اعلام کردند که 6 پرتابه حماس آسیب جانی در پی نداشته است. در بیانیه ارتش اسرائیل درباره گذرگاه رفح آمده که سربازان ارتش جستجوی منطقه عملیاتی را که از آن از جمله روز یکشنبه حملات راکتی به سوی گذرگاه کرم شالوم در داخل خاک اسرائیل انجام شد ادامه داده و توانستند محور صلاح الدین را به طور کامل به کنترل خود در بیاورند. بر اساس این بیانیه در این عملیات 20 خرابکار کشته، 3 دهانه تونل کشف و 1 خودرو که بمب در آن جاسازی شده و به سوی نیروهای اسرائیل حرکت میکرد منهدم شد. ارتش اسرائیل افزود که نیروهای هوایی این کشور هم در طول ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه حدود 150 هدف را در این منطقه بمباران کرد. بیانیه همچنین اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در مجموعه این عملیات متحمل تلفاتی نشدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه بعد از نشست‌هایی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و علی باقری کنی معاون سیاسی او گفت که نشست‌های بسیار مهمی از آغاز سفرش داشته است. به اضافه کرد ما در مرحله حساسی هستیم و این شروع فعالیت‌های جدید میان ایران و آژانس است. گروسی درباره نتیجه این رایزنی‌ها و ادامه همکاری آژانس با جمهوری اسلامی گفت بیانیه مشترکی که 1 سال قبل بر سر آن توافق کردیم سند مهمی است که سطح همکاری‌های نظارتی و پادمانی و آنچه را برای حل مسائل باقی مانده نیاز است مشخص می‌کند. مفاد این سند معتبر است. این سند گام‌های اضافی را که 2 طرف باید بردارند بیان می‌کند و امروز توافق کردیم که این سند ادامه پیدا کند. گروسی همچنین تاکید کرد که پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی داده که شامل گام‌های عملیاتی می شود و تیم های 2 طرف در نشست های جداگانه در حال تعریف این گام های عملیاتی 2 طرفه هستند. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار اعمال تحریم و مسدود شدن اموال آن دست از مقامات و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی شد که در نقض حق آزادی مذهب و عقیده نقش دارند. این کمیسیون همچنین خواستار آن شد که ورود این افراد به خاک ایالات متحده آمریکا ممنوع شود. افزون بر این در این بیانیه خواسته شده که تجاوزات پی در پی و گسترده به حقوق زنان و دختران بیگناه ایرانی از
سوی پلیس اخلاق جمهوری اسلامی به صراحت از سوی دولت ایالات متحده و جامعه جهانی محکوم شود. این کمیسیون همچنین خاطر نشان کرد که هدف حکومت ایران از اعمال حجاب اجباری تلاش در راستای سرکوب گسترده تمامی صداهای مخالف از جمله فعالان حقوق بشری، روزنامه‌نگاران، وکلا، دانشجویان و هنرمندان است. در بیانیه کمیسیون آزادی مذاهب آمریکا همچنین آمده است که ایالات متحده و متحدانش باید حکومت ایران را به دلیل اقدامات نظامی و عملیات مخرب سایبری و همچنین نقض حقوق بشر هدف تحریم قرار داده و پاسخگو کنند. این بیانیه همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد که قانون مهسا را در همه ابعاد آن اجرا کند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه هفتم ماه می در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا نوشت که ایالات متحده ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای انتقال نفت را وابسته به ارائه دهندگان خدمات مستقر در مالزی می‌داند. بنا به این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا تمرکزش را بر شناسایی راه‌های تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی از جمله حماس قرار داده است. این نهاد معتقد است که یکی از روش‌های حمایت از این گروه‌ها از طریق فروش غیرقانونی نفت ایران و انتقال کمک‌های مالی به گروه‌های با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه است. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده در تلاش است از تبدیل شدن مالزی به محلی برای انتقال غیرقانونی نفت ایران و تأمین مالی گروه‌های چون حماس جلوگیری کند. این مقام آمریکایی همچنین افزود که افزایش نگران کننده‌ای در تلاش‌های ایران و گروه‌های وابسته آن برای جمع‌آوری سرمایه در منطقه وجود دارد که این اقدام گاهی از طریق سازمان‌های خیریه اتفاق می‌افتد. بیان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و نیل مک‌براید، مشاور کل خزانه‌داری آمریکا، از روز دوشنبه تا پنجشنبه در سنگاپور و مالزی حضور دارند. بنا به اعلام این وزارتخانه، حضور این مقامات در مالزی به منظور مقابله با تأمین مالی گروه‌های تروریستی و درآمدزایی ایران از طریق قاچاق نفت انجام شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید محمود مهرابی که به اعدام محکوم شده 52 شاکی خصوصی دارد، اما حکم دادگاه بدویس و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی. حکم اعدام مهرابی را شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام افساد فی الارض صادر کرده است. خواهر این متهم روز 16 اردیبهشت ماه با انتشار ویدیویی گفته بود که حکم اعدام برادرش به صورت شفاهی به او ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز سه‌شنبه 18 شهریور ماه مدعی شد که محمود مهرابی در جریان اعتراضات سال 1401 در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی اهم از آموزش استفاده از سلاح‌های دستساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات کرده است. به گفته این رسانه، این متهم همچنین 52 شاکی خصوصی دارد که به دلیل آنچه نشر اکاذیب خوانده از او شکایت کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور بیانیه‌ای نسبت به انتشار خبر پرداخت کمک هزینه مسکن به مدیران شهرداری واکنش نشان داد و اعلام کرد که انتشار این لیست بار دیگر کارگران و کل شهروندان تهران را خشمگین کرده است. در روزهای اخیر لیستی از مدیران شهرداری و سازمان‌های تابع شهرداری منتشر شد که حکایت از پرداخت کمک هزینه مسکن با مبالغ بالا و نجومی به این افراد توسط شهردار تهران داشت. در لیست منتشر شده دست کم نام 36 تن از مدیران شهرداری به چشم می‌خورد. صبح روز شنبه 18 اردیبهشت ماه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت: بنده از جزئیات این موضوع اطلاع ندارم، اما این مبلغ برای کمک هزینه مسکن بوده و مشخص نیست که این رقم به صورت وام بوده یا شکل دیگری است. به گزارش خبرگزاری های ایران، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که پرداخت چنین مبالغی نیاز به مجوز شورا دارد یا خیر، گفت این موارد در اختیار شهردار تهران است، اما باید شورا هم از آن اطلاع داشته باشد.
جامعه جهانی بهایی اعلام کرد که زنان پیرو به این آیین در ایران در دوره اخیر هدف حملات افزونتر حکومت قرار گرفته و شمار بیشتری از آنها احضار و بازداشت شدند. جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای که توسط دفتر مقر اروپایی خود در سازمان ملل متحد در ژنو در روز سه‌شنبه منتشر کرد، خبر داد که از حدود دو ماه پیش از مجموعه 85 شهروند بهایی که به دادگاه‌های ایران احضار یا زندانی شدند، 65 تن یعنی حدود 3/4 از کل احضار شدگان زن هستند. این گزارش تاکید دارد که موج حملات به زنان بهایی در سراسر ایران طی هفته‌های اخیر تشدید شده، ده ها تن با احضار به دادگاه و روبرو شدن با اتهامات بی اساس که ممکن است سالها حبس در پی داشته باشد، از خانواده های خود جدا شده و در معرض بیرحمی و خشونت تشکیلات قضایی ایران قرار گرفتند. این گزارش افزود که بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 جامعه ایران شاهد افزایش بهت‌آور در حمله به زنان بهایی بوده و در حال حاضر زنان بهایی دو سوم از مجموعه زندانیان بهایی در کشور را تشکیل می‌دهند. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازگشت می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. خبرها جلب میکنم. ولادیمیر پوتین امروز در مراسم مجلل در کاخ کرملین برای یک دوره 6 ساله دیگر ریاست جمهوری سوگند یاد کرد و به این ترتیب یک ربع قرن حکومت او بر روسیه امروز به طور رسمی برای 6 سال دیگر تمدید شد. وی در ماه مارچ با اکثریت زیاد برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری در روسیه انتخاب شد. ولادیمیر پوتین پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را با تشکر از حمایت ملت و ارتش در جنگ با اوکراین که او عملیات ویژه نظامی مینامد آغاز کرد. بعد از ادای سوگند، پوتین تا یه سخنانی در جمع وزرا و مقامات عالی رتبه گفت:
ما مردمی متحد و بزرگ هستیم. ما با هم بر همه موانع غلبه خواهیم کرد. همه برنامه‌های خود را به نتیجه خواهیم رساند و با هم پیروز خواهیم شد. اوکراین روز سه‌شنبه هفتم ماه می اعلام کرد دو مقام امنیتی این کشور که در توطئه هماهنگ شده از سوی روسیه قصد ترور مقامات ارشد کیف از جمله ولادیمیر زلنسکی را داشتند بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرویس امنیتی اوکراین در بیانیه اعلام کرد که شبکه‌ای از ماموران تحت مدیریت سرویس امنیت فدرال روسیه را شناسایی کرده که هدفشان ترور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و دیگر مقامات ارشد سیاسی و نظامی این کشور بوده است. این نهاد اوکراینی تاکید کرد شبکه شناسایی شده که فعالیت‌هایش از سوی مسکو نظارت می‌شد شامل دو مقام وزارت امنیت دولتی بود که اطلاعات طبقه بندی شده را به روسیه ارائه می‌کردند. کیف می‌گوید که رهبر اوکراین چندین بار از جمله در آغاز تهاجم نظامی مسکو در فوریه سال 2022 مورد هدف روسیه قرار گرفته است. به دنبال مخالفت اسرائیل با طرح پیشنهادی مصر و قطر برای آتش بس در غزه، خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که گروه افراطی حماس در اختیار دارد به همراه بسیاری از دیگر شهروندان این کشور علیه دولت بنیامین نتانیاهو در تل آویو، اورشلیم و دیگر شهرها اقدام به تظاهرات کردند و او را متهم ساختند که گروگان‌ها را به حال خود گذاشته است. حماس روز دوشنبه با طرح مصر و قطر برای آتش بس موافقت کرد و متعاقب آن صدها تن از غیر نظامیان فلسطینی با حضور در خیابان‌های شهر رفح به پایکوبی پرداختند. اسرائیل اما در نقطه مقابل تاکید کرد که اگرچه این طرح را بررسی خواهد کرد اما برنامه خود برای حمله به رفح را پیش خواهد برد. آمریکا واکنش شدید منتقدان دولت نتانیاهو در اسرائیل را به دنبال داشت. تایمز اسرائیل گزارش داد که معترضان خشمگین و خانواده گروگان‌ها در شامگاه دوشنبه به خیابان‌های تل آویو و اورشلیم آمدند و از دولت اسرائیل خواستند که ضمن دستیابی به توافق با حماس بر سر آتش بس غزه زمینه آزادی گروگان‌ها را فراهم کند. بنابرای گزارش رسانه‌ها یک سرباز ارتش ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه دوم ماه می در شهر بندری ولادیوستوک در روسیه به اتهام سرقت به طور موقت و به منظور انجام تحقیقات قضایی دستگیر شد. گفته شده است که این فرد نظامی در کره جنوبی مستقر بوده و قبل از سفر برنامه‌ریزی شده خود به ایالات متحده آمریکا به روسیه رفته است. گزارش ها حاکی از آن است که دستگیری این سرباز 34 ساله توسط سخنگوی ارتش ایالات متحده هم تایید شده و مقامات روسیه این خبر را رسما به اطلاع خانواده این سرباز و مقامات ایالات متحده رساندند. رسانه‌ها همچنین خبر دادند که وزارت امور خارجه آمریکا اکنون در حال ارائه کمک کنسولی در این مورد است. طبق گزارش شبکه آمریکایی NBC نیوز، سفر این سرباز آمریکایی به ولادیوستوک به دلیل مسائل خصوصی بوده و این فرد قصد ملاقات با زنی را در این منطقه داشته که با او رابطه عاشقانه‌ای دارد. قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا او را برای دهمین بار به پرداخت $1,000 جریمه به خاطر نقض دستور سکوت متهم کرد. خوان ماچان رئیس دادگاه نیویورک همچنین گفت که به نظر نمی رسد که 9 بار جریمه $1,000 پیشین فرد ثروتمندی مانند ترامپ را متقاعد کند که به صورت علنی علیه قاضی، هیئت منصفه و شواهد دادگاه حرف نزند. به هشدار داد که اگر ترامپ دستور سکوت را دوباره نقض کند مجبور خواهد بود که علیه او حکم حبس صادر کند. دستور سکوت ترامپ را از اظهار نظر علنی درباره اعضای هیئت منصفه، شاهدان، قاضی و دادستان‌ها باز می‌دارد. نقض دستور سکوت مجازات جریمه تا $1,000 یا زندان تا 30 روز را در پی دارد. ترامپ قبل از جریمه روز دوشنبه در خارج از سالن دادگاه به خبرنگاران گفته بود که قاضی حق اظهار نظر را از او سلب کرده است.
به گفته رئیس انجمن تالاسمی ایران، حدود 40% از مبتلایان به تالاسمی در کشور برای زنده ماندن راهی جز مصرف داروهای خارجی ندارند، اما سال گذشته واردات دارو تنها 12% بوده است. 8 ماه می برابر با 19 اردیبهشت ماه روز جهانی تالاسمی است. یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی ایران، میگوید از زمان بازگشت تحریم ها یعنی از سال 1397 تا امروز 1100 بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باختند. عرب سال گذشته هم درباره کمبود دارو برای بیماران تالاسمی هشدار داده و گفته بود که با روند کانونی ممکن است که آمار مرگ این بیماران در آینده تصاعدی شود. بر اساس یک گزارش تحقیقی، بیش از 47 هزار تن روغن مایع آلوده و تاریخ گذشته که توسط آزمایشگاه‌های تخصصی محصولات غیر خوراکی و غیر قابل ترخیص شناخته شده بودند، مجوز ورود به بازار گرفتند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایلا، شرکت بازرگانی دولتی ایران در 18 اردیبهشت ماه توزیع 44 هزار تن روغن مسموم در بازار را تکذیب کرد و اعلام کرد یک قطره روغن خوراکی بدون مجوز سازمان غذا و دارو وارد کشور نمی شود. با این وجود، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با استناد به 4 آزمایش رسمی توسط کارشناسان مواد غذایی که در وبسایت خود منتشر کرده، گفته است که در سال 1400 روغن‌های وارداتی شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران که یک نهاد تأمین کالاهای اساسی دولتی است، به دلیل فاکتورهای باقی مانده سموم کشاورزی غیر قابل توزیع شناخته شده بودند. به افزود اما یک سال بعد، با آنکه حتی تاریخ مصرف 91486 تن روغن این شرکت منقضی شده بود، یک کمیته فنی نتایج به دست آمده در نمونه گیری ها را غیر قطعی دانست و با تمدید تاریخ مصرف به مدت 6 ماه رای به آزادسازی نیمی از کل محموله را داد. این در حالی است که در نمونه برداری های متعددی اعلام شده که محموله روغن این شرکت غیر قابل مصرف انسانی است. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. امیر، صدام داری؟ وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com.
خبرها را دنبال میکنیم. جوایز پولیتزر سال 2024 در حوزه روزنامه نگاری به روزنامه های نیویورک تایم و واشنگتن پست رسید. پوشش حمله گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل و تحولات بعد از آن دو جایزه پولیتزر و یک تقدیرنامه ویژه را به همراه داشت. نیویورک تایم برنده جایزه پوشش خبری شد که هیئت پولیتزر آن را فراگیر و الهام بخش توصیف کرد. سرویس خبری خبرگزاری رویترز هم برنده بخش عکس شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شماری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان هم برای پوشش اخبار جنگ در غزه تقدیرنامه دریافت کرد. این گزارش حاکی است که در سال 2023 که بحث مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات خبری جهانی به شمار می رفت، 15 عکس خبرگزاری آسوشیتد پرس از آمریکای لاتین و در طول مرز ایالات متحده و مکزیک در تگزاس و کالیفرنیا برنده جایزه گزارش تصویری پولیتزر شدند. مهمانی متگالای امسال روز دوشنبه ششم ماه می با موضوع داستان کوتاه باغ زمان برگزار شد. این مهمانی سالانه از سال 1948 تا کنون برای جمع‌آوری کمک برای موزه هنر متروپولیتن نیویورک در آمریکا برگزار می شود. دو مجری امسال مراسم متگالا که به عنوان بزرگترین شب مد روز شهرت دارد، یعنی جنیفر لوپز و زندایا، موفق شدند که حاضران را با پیراهن‌های خیره کننده خود که از شکل گل الهام گرفته شیفته کنند. موضوع الهام لباس‌های امسال گل بود. این موضوع برگرفته از داستان کوتاه باغ زمان نوشته جی جی بالارد است که در سال 1962 میلادی منتشر شد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.